قیام بهمن سال 57 و قیام آبان ماه سال 98 به هم گره خوردند و دیگر جایی برای ولایت فقیه و سلطنت شاهنشاهی وجود ندارد. خلق ایران با صلابت و شتاب و با قیام های هرچه گسترده تر به سوی آزادی پیش می رود و همچون آفتاب بهاری انجماد زمستانی را ذوب می کند. این آخوندهای فاسد جنایتکار اینطور برای سیر کردن شکم گرسنگان مردم ایران نسخه میپیچند، در حالی که فرزندانشان در خارج در ناز و نعمت البته از جیب مردم ایران زندگی میکنند. بله، 40 سال حکومت جهل جنایت بس است. مبارزه ما از راه دراز به این سرمنزل رسیده است که در آن سرنگونی رژیم جنایتکار خونخوار خامنه‌ای در دست است. بله، صبح آزادی در راه است. روز محاکمه خامنه‌ای و روحانی و بقیه جنایتکاران رژیم خونخوار آخوندی نزدیک است. زنده باد آزادی، زنده باد ایران، زنده باد شورای ملی مقاومت ایران. Anno la marcia per la libertà dei popoli oppressi e fin dalla prima edizione il dottor Mahmoud Akamyan era presente, è stato poi presente alle successive edizioni e anche in seguito il dottor Esmail Moades e anche alcuni di voi. E porto il saluto di Società Libera e soprattutto la solidarietà con il popolo. E quindi per i diritti umani in Iran. Da allora ho partecipato a tantissime iniziative, sia qui in questa piazza, sia presso la sala stampa della Camera, sempre qui a Roma, ma anche a Parigi e l'anno scorso in Albania. Se non cade questo regime non c'è futuro in Iran, non c'è futuro per le nuove generazioni, lo sappiamo, lo dobbiamo anche a quella grande e nobile nazione iraniana perché in questo modo possa ritrovare quel ruolo che spetta in un contesto di pace, davvero, di libertà, di legalità. I diritti delle donne che lì sono soffocate in modo generale, non soltanto coloro che si battono direttamente per la libertà, che fanno politica, che scendono in piazza. Salih Pish, rahbar muqavemat, bradar Mas'ud, bela fasele pas az khuruj az zindan shah, ba tizbini binaziri, khatt o khutut inqilab ro moshakhas kard va goft سرنگونی سلطنت تنها قدم کوچکی در راه آزادی است. آزادی که سازمان مجاهدین خلق ایران برای هموار کردن راهش سرمایه عظیمی از شهدا و در رأسشان فرمانده موسی و اشرف سمبل زن انقلابی ایرانی را پرداخته است. انقلابیونی که از چنگال شاه خائن جسته بودند به دست شیخ ملعون به خاک افتادند و استمرار انقلاب برای آزادی را تضمین کردند. مجاهدین می گفتند نه شاه نه شیخ. Quarant'anni fa il leader della resistenza iraniana Massoud Rajavi, dopo essere uscito dalle carceri dello Shah, quando ancora molti credevano che il tempo della dittatura non fosse ancora finito, dichiarò che il rovesciamento dello Shah non era che un piccolo passo nel cammino verso la libertà. شیر مرگان از نای دخت ایران در شهر ریار و سابه در ده لوران مریوان از برم شهر و احواز تا به بهان و شیراز هر شیر و جن سرف راز جانان کرده آباز می جنگیم می میریم ایران و پس می گیریم می جنگیم می میریم ایران و پس سیر جان رسیده هر یاد داد خواهی از اصفهان به پا خواست آتش بر این سیاهی از رشت و یزد و تبریز پردیس خاک گل ریز پیچیده بانگ برخیز فرمان سرخ بستیز
ستمگر گشت از رسم آیین، در هر کجای ایران این میهن خروشان، خیزد صدای یاران تا روز فتح تهران.